منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدر آید بنده همان به که ز تقصیر خیش اوزر به درگاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر داریم امشب قرار است که در رابطه با روابط اجتماعی صحبت بکنیم روابط اجتماعی یا رابطه اجتماعی یکی از مواردی است که چه در خانه چه در اجتماع چی در محل کار ما اداره ها به خصوص خیلی اهمیت داره یعنی یک بخش مشخص روابط اجتماعی یا روابط عمومی در حقیقت در اداره ها وجود داره از آوان پیدایش جهان و از آوان پیدایش بشریت در حقیقت روابط اجتماعی شکل گرفته به اشکال مختلف به انواع مختلف شما از دیر زمان تا امروز که زبان کشف شد اعداد به وجود آمد مخترعین و مکتشفین تلاش کردند کوشش کردند قبل از او را اگر یک نگاه بندازید و مقالات و کتاب ها را خوانده باشید یا فیلم های مستند یا داکیومنتری ها را اگر دیده باشید مطمئنا روابط اجتماعی را از او زمان میتونین دریافت بکنید یعنی پیام ها در گذشته ها و انوز هم خیلی جالب است که در خیلی از جاها کسایی که در آمریکای شمالی زندگی میکنن هنوز هم با دود علامت میتن و نشانه ها با عنوان رابطه های اجتماعی از یک قوم بودن از یک نژاد بودن را نشان میتن به همدیگه که ما مربوط به کدام نژاد، کدام قبیله و کدام سب میشیم اما در علم امروز رابطه اجتماعی ارتباط برقرار کردن بین فرد یا افراد هست چه از سطوح بالا به با پایین چه از سطوح پایین به بالا مقام بالا مقام پایین وقتی که این بحث میایه روی رابطه اجتماعی در حقیقت سایه خوده مندازه این وقت است که ما مسئولیت ما به عنوان یک انسان مسئولیت ما در قبال جامعه ما چیست در قبال همکاران ما و پیرامون ما چیست و چگونه ارتباط اجتماعی خوب و سالم را میتونیم برقرار بکنیم رابطه اجتماعی را دو نوع میتونیم تعریف داشته باشیم حتی رابطه مثبت که دوستی هاست و رابطه اجتماعی منفی که دشمنی هست دو نقطه تضاد و تقابل هم دیگه اما ما و شما کدامش را میپسندیم عقل سلیم به ما چی میگه آیا ما دشمنی میخواهیم یا دوستی اگر دوستی میخواهیم رابطه اجتماعی ما باید قسمی باشه و قسمی تنظیم شوه که برگرفته از دین مقدس اسلام و با پیروی از سیره حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم به عنوان یک مسلمان دوستانه همراه با خشوع و تواضع باشه اشداء علی الکفار رحما و, و بینهم اما وقتی قرار است که ما و شما در رابطه های اجتماعی ما این سیره ها را در نظر داشته باشیم یقینا در رابطه اجتماعی موفق ظاهر خواهیم شد وای به وقتی که رابطه ما بر اساس امتیاز طلبی بر اساس خواهش های نفسانی بر اساس فلانی در جیبش چیزی داره و عاشق بند جیبش میشیم یا بند بیکش میشیم این رابطه ها رابطه های انسانی را از بین خواهد برد پل ارتباطی ما یا واتساپ برنامه که زیر نویس میشه 0711 99 52 67 پل ارتباطی بین ما و شما پیام بگذارید و انشالله یک شب مهمان برنامه ما خواهید بود با ما همراه باشید ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و به گرفتن ارتباط با دیگران برای افزایش به اعتماد به نفس خود واقعا که نیاز داریم ما خواستیم امشب صحبت های بیشتر داشته باشیم در مورد روابط اجتماعی ای که کدام موارد والدین گرامی در نظر بگیرند تا کودکانشان فرزندانشان در آینده بتونن رابطه های اجتماعیشان خیلی به خوبی برقرار کنند با دیگران و خوشبختانه مهمان که هستیم بانو فیروز امینی کارشناس مسائل خانوادگی با ما هستند و امشب میخوایم بیشتر صحبت کنیم اما قبل از اینکه من صحبت ها رو با مهمان خوبم آغاز کنم جادر تشکر کنم از حامی مالی برنامه شما اگر میخواین ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشین پس نوشیدن انرژی قوی صحی و نفیس پارتی فراموش نکنید بانو امینی خیل خوش آمدین وقت بخیر وقت شما بخیر سلام و خسته نباشید به شما و همه همکارانتان و بینندگان عزیز قربانتان سلامت, سلامت باشین تعریف شما از روابط اجتماعی روابط اجتماعی یعنی بحثی که بین من و شماست ارتباطی که بین من و شما و دیگران اتفاق میفته بله میشه روابط اجتماعی به خاطر که ما نیاز به بقا داریم و برای ادامه زندگی ما به روابط اجتماعی محتاجیم کودکان آیا نیاز دارن به روابط اجتماعی سالم یا نه؟ بله به خاطر که از روزی که متولد میشن اولین ارتباطشان با مادرشان یا مراقبی هست که او را در آغوش میگیره و این ارتباط شروع میشه در قسمت رشدش هم بگین مسئولیت مادر بیشتر است یا از پدر در قسمتی که در کجا صحبت کنیم ای که ما در کدام فرهنگ زندگی می مثلا در خانواده ما افغان ها چطور است اصولا مادر بیشترین تماس و ارتباط رو با کودک خودش داره به خاطر که در افغانستان پدرها عموما بیرون از خانه کار میکنن و ارتباط کمتری دارن شاید در چند ساعتی که در تایم شب هستند یا روزهای تعطیلی و بیکاریشان همراه کودکشان هستند پس ارتباط بیشتر با مادر است و تاثیرات بیشتر از مادر به کودک مهم. انتقال پیدا میکنه اما مطمئنا که پدر و سایر اعضای خانواده میتونه در قسمت رشد روابط اجتماعی <تصفح> کودکان یا فرزندانشان نقش بله. بسزایی را داشته باشه در کنار مادرشان حالا شما که صحبت کردین نقش مادر خیلی میتونه مهم باشه زمانی که مادر خودش روابط اجتماعی نداشته باشه یعنی فرد اجتماعی نباشه و نتونه خودش ارتباط سالم با دیگران برقرار کنه تاثیر میگذاره روی کودکش بله بله حتما تاثیر میگذاره تاثیرات منفی هم داره به شدت هم اتفاق میفته که امه. بعضی از کودکان بسیار درونگرا بار میآیند بله. که بیشتر گوشه گیرن. چون مادر ارتباط کمتری داره یا اگر ارتباط داره بسیار ضعیف است با دیگران مثلا در یک محدوده کوچیک اتفاق میفته مثلا با درو و همسایه فامیلای نزدیک و این ارتباط کودک با دنیای اطراف قطع میشه ولی وقتی کودک از خانه میره بیرون مثلا میره در کودکستان بله این ارتباط اجتماعی رو دوباره از اونجا شروع میکنه و این خیلی تاثیر داره روی روابطش روی رفتارش روی روح و روانش چون از نظر روحی روابط اجتماعی بسیار تاثیرگذار گذار است کسی که میتونه ارتباط سالم و خوبی برقرار کنه با دیگران پس روح آرام می داره و میتونه با او روح آرامش یک تن سالمی هم داشته باشه شما فرد اجتماعی هستن به خیالیم زیاد <laughs> مطمئنا که ربط میگیره با اون کودکیتان که والدین توجه جدی در قسمت تربیت فرزندانشان میکنن چون همیشه وقت ما در برنامه های ما گفتیم که والدین پدر و مادر میتونن الگوی رفتاری خوبه برای کودکان یا فرزندانشان باشن هر فرد میتونه که روابط اجتماعی سالم داشته باشه یا نه همه میتونه این کارو بکنه یا داشته باشه ولی تاثیر به محیط و آدم هایی که ما با آنها ارتباط برقرار میکنیم داریم. مثلا یک کودک وقتی که ارتباط با اطرافش شروع میکنه شاید در اولین برخوردش با یک کسی که در نزدیک خانه ایشان است یا مهمان خانه ایشان است به مدت طولانی و با او ارتباط برقرار میکنه بله. و او از نظر روحی روانی مشکل داشته باشه این تاثیرات منفی روی کودک هم هست همچنین در نوجوانان بله دیدیم که نوجوانان دختر و پسر در سن نوجوانی تا زیاد علاقه به دارن که ارتباط برقرار کنند دوستیابی صورت میگیره ولی اگر که این دوستیابی کنترل نشه و با برنامه پیش نره و شناخت وجود نداشته باشه بله. با دوستان ناباب و دوستانی که میتونه تاثیرات منفی رو به بار بیاره دوست شون و ارتباط برقرار کنه که روی زندگی آیندهش و حاسیب هایی که از اجتماع و افراد میخورن و تاثیر گذار باشه یعنی کلا دوستان هم نشینان ما میتونه ارتباط یا تاثیر مستقیم داشته باشه در قسمت روابط اجتماعی ما ساده صحبت کردن راحت صحبت کردن میتونه تاثیر داشته باشه در قسمت ارتباط ما بله بله کسانی که ساده و راحت صحبت میکنن و قدم اول برای ارتباط برقرار کردن برمیدارن آدم های موفق هم هستن چون وقتی سخت بگیریم روی ارتباطات استرس فشار زیاد میشه و باعث میشه که مثلا کم خودت احساس بلی کنی بلی. و این یک مانی و یک چالشی باشه برای ارتباط ادامه او ارتباط شما که گفتین فرد اجتماعی هستین و تلاش کردین که روابط اجتماعی سالم داشته باشین یا ارتباط اجتماعی سالم داشته باشین برای این مورد چگونه این مورد خواستین که تقویت ببخشین کدام موارد در نظر گرفتین از اینکه وقتی با آدم ها ارتباط برقرار میکنم سعی میکنم نگاه چشمی داشته باشم تماس بله. چشمی باعث میشه که اعتماد به نفس آدم بالاتر بره استرس پایین تر بیایه یا یکی مثلا خودیم شروع کنم به صحبت کردن یکی <applause> ما میتونیم بیان نظریات خودمان به دیگران انتقال بدیم <applause> میتونه تاثیرگذار باشه اینکه من میتونم یک سخنگوی خوبی باشم یک آدمی باشم که دوست بهتر پیدا میکنم یا راحت تر دوست پیدا میکنم و یک شناخت از آدم آ زیاد میشه وقتی که من ارتباطم با آدم های زیادی اتفاق میفته پس من دوستان و روابط اجتماعی قوی تری دارم بونامینی ما یک کودکی را در نظر بگیریم که در آوان کودکی در قسمت روابط اجتماعی یا اعتماد به نفسش اصلا توجه و صورت نگرفتن مادرش پدرش اعضای خانوادش اصلا به فکر از این نبودن که آینده ی فرزندشان یا کودکشان به کدام مسیر روان میشه این فردی که حالا در آوان نوجوانی است کلا جوان شده در اجتماع است کدام موارد در نظر بگیره جز ای که از زبان بدن استفاده کنه تماس چشمی داشته باشه تا بتانه روابط اجتماعی سالم برقرار کنه ای شخص نیاز به کمک دیگران هم داره نمیشه که مستقیم وارد عمل بشه و در یک محیط قرار بگیره بله. خاطر که اگر وارد یک جمع دوستانه بعد از کلی تنهایی و اعتماد به نفس پایین شوه احتمال داره آسیب روحی ببینه به خاطر ای, ای که او کودک وقتی که او نوجوان توی جمع قرار میگیره وقتی نحوه برخورد رفتاری رو نفهمه و یک حرکتی انجام بده یا نتونه صحبت کنه دیگران به تمسخر بگیرنش یا یکی حتی مثلا همه معنی استفاده از بادی لنگویج زبان بدن را متوجه نشه خب دچار مشکل میشه شاید به دیدگاهی او یک چیز بدی بیایه و بهش بر بخوره سرخورده شه و اون محیط ترک کنه و دوباره به انزوا و گوشه برسه امیدوارم همه ما در قسمت تقویت روابط اجتماعی و تلاش داشته باشیم تا ای که منجر به یک افسردگی در وجود ما نشه چون اگر ما روابط اجتماعی سالم نداشته باشیم آهسته آهسته خود ما را میتونه آسیب بزنه و ما را دچار بسازه به افسردگی تشکری خواست میکنیم از بانو فیروزه امینی کارشناس مسائل خانوادگی و صحبت های بسیار خوبه سلامت و بخش خودمانی هم که داریم اگر شما موافق باشین صحبت های خودمانی ما را آغاز کنیم و شما عزیزان هم برین پیام شب ببینید دوباره برمیگردیم در بخش خودمانی ما را فراموش نکنیم زندگی فردا نیست زندگی همین اکنون است زندگی قصه عشق است و امید زندگی صحنه غمها است نیست زندگی قصه شادی هاست و چه می اندیشی. نگرانی بیجاست چون خدا با ماست زندگی همین اکنون است پیام شب بود که با هم یک جدیدیم در بخش خودمانی با شما ایزان هستیم و مهمان ما هم که بانو فیروزه امینی است یک خوش آمده دیگه هم براتان بگویم سلامت باشیم و باشید و خسته نباشید تشکر خب ابتدا ما میخوایم از اینجا آغاز کنم کدام ولایت زیبایی کشور ما را دوست داره؟ پنشیر چرا؟ تازه از ایران آمده بودم یک سفر داشتم به اونجا خیلی برایم جذاب بود مطمئنا اکاسی هم کردین بله چند روز بودین پنجشیر دو روز از غذاهای اوسانی که ولایت زیبای پنجشیر ما داره استفاده کردین نه متاسفانه هیچ آشنایی پیدا نکردین با غذاش نه تو تو استفاده نکردین چرا خوشمزه بود بله دوست دارین بازم برین پنجشیر مسلمان بله چون شمالی یک جای بسیار زیباست که هر کدام از ما دوست داریم در داری. یک جای طبیعی باشیم و طبیعت را از نزدیک ببینیم جز پنج شیر دیگه علاقی دیدن کدام ولایت ما را داریم که دلتان میخواید زیاد برین و چند روز باشه نورستان به سرسبز بودنش و انبو بودنش واقعا نورستان که در فصل بهار و تابستان یک جامعه دیگه به تن میکنه کلا قشنگ و زیبا میشه و یک سلام به ایزانی که امی لحظه از نورستان زیبا بیننده برنامه خودشان امشب هستند خب به هر صورتش من آگاه هستم که شما ماشاءالله آشپزی خوب بلد هستین خوب میتونین آشپزی کنین یک مهمانی هم قصدار بودین فکر کنم آره. قابلی بود <applause> قابلی بود آها قابلی هم مهمان ما با خودش ناورده دور بعد <تصفح> خب به هر صورت شوخی کردم امروی تان بنا امینی امیک خودتان عضور پیدا میکنین و ما همه چیز است مطالعه کردن دوست دارین؟ بله چقدر مطالعه میکنین؟ من سعی میکنم که مطالعه های کوتاه داشته باشم ولی اما موثر بله یعنی من کتاب میخوانم ولی سعی میکنم از او چیزی که کتابی که میخوانم حجمش مهم نباشه چیزی که برداشت میکنم مهم است برای من چه نوع کتاب ها رو بیشتر دوست دارین؟ من کتاب های که بتانم بسازم یعنی چیزی باشه که وقتی برداشت میکنم بعد بتانم روی او کار کنم یعنی در ذهنتان باید یک سری آره. از تغییرات بعد مطالعه کتاب بیایه و حجمش هم اصلا براتون مهم نیست مهم ای است که شما ایزان با مطالعه کردن یک کتاب کم حجم به نتیجه مطلوب برسین مهم. با حیوانات دوست هستین؟ زیاد کدام حیوان خیلی دوست دارین؟ پاندا کم تنبل است تنبل <تصفح> <تصفح> است و جالبی است که فصل زمستان خیلی دوست داره زمانی که برف و باران میباره دیگه زیاد خوشش میایه که بره و سر برفا خوب تا جست و خیز داشته باشه جز پاندا که در کشور ما خب وجود نداره که شما نزدیکش باشین و دست نوازش رویش بکشین جز پاندا دیگه کدام حیوان خوش داره. خرگوش. خرگوش گایی هم نگهداری نگه کردن در خانه؟ در خانه نه چون در مکتبی که داشتیم یک جای جور کرده بودیم مخصوص حیوانات که سنگ پوشت داشتیم لاک پوشت داشتیم ببخشید سنگ پوشت و لاک پوشت یکی است خرگوش داشتیم مرغابی داشتیم کبوتر داشتیم که اینا رو برای که مثلا ها در محیط مکتب با اون آشنایی پیدا کنن و حتی سگ داشتیم پیشک که همیشه هست کلا یک واقعش کوچک در دسترس داشتین در موقع عصبانیت خرید کردن میتونه کنه بله ولی پیاده روی بیشتر در زمانی که اصابتان خراب میشه شاید ناراحت باشین یک فرد ناراحتتان کرده باشه یک مورده قدم بزنین دوباره خوشحال میشین؟ خوشحال نه ولی که آرام شوم و از اون حالت عصبانی و ناراحتی بیرون بیایم بله کدام فصل سال دوست دارین؟ پاییز علتش چیه؟ پاییز با توجه که تغییر رنگ ها در درختان و گیاهان از یک فصل پر سرسبز میره به یک قسمت دیگه یک دفعی خیلی برام جذابیت داره یکی از دوستا رو گفتم کدام فصل سالا دوست داری باز حرف شما رو زد آه. گفت من پاییز خیلی دوست دارم گفتم یعنی yani, علتش چی است که دوست داری گفت زمانی که برگا احساس تلا شدن آه. میکنن میافتن روی زمین و زمانی که من روی این ها را میرم و اون چرقس برگ و گوشم میشنا امی خیلی برای من خوشایند است دوری کودکی تان دوست دارین بله از خاطره های جالبه که با و ذهنتان است و گهگاهی که به یادتان میاد باعث میشه بخندین کدام خاطر است یکی سوار ما میگیم کراچی سوار داخل کراچی ما و برادر تقریبا هم چون ما اولاد آخر هستم مثلا دیر به دنیا اومدیم یعنی دیگه تقریبا بعد سوار کراچی میشدیم برادر کلانی ما را دور میتاد و یکی من یک بار خوردم زمین دستم زخمی شد و او هنوز جایش هست ای با یکی او کار خیلی زخمی شدن مم. یا دستتان شکست؟ نه زخمی شدن خب دیوار بند شد بعد انگشتیم خون ریزی کرد یکم جایش مانده ولی با این حال او رو هر وقت میبینم کارو رو یاد و خاطرات میفتم بسیار تشکر فیروزا جان امینی کارشناس مسائل خانوادگی از که امشب ازور پیدا کردی به برنامه ما و صحبت خیلی خوبه در رابطه به موضوع برنامه ما و در بخش خودمانی امروی ما شریک ساختی خیلی تشکر سپاس از شما ایزانم که تا این دم ما رو همراهی کردید رفت و برگشت کوتاهی داریم برمیگردیم در دقایق پایانی برنامه ما رو فراموش نکنید وقفه الوی کمرا کموی مانده شدم اخ کسی نیسا میجا که کومک بچی بله خوربانه تا شم الوی بی <تصفيقا> بیا یې په لاس کې کاخا کاڅه و بابا دې کمر تا چي د تودو نه یې مې خبره مولخار په غوور سوال مې شو ان چیرې ثواب کې ځو چې نه داره نواسه نه داره چې ما به ګورم چې ما کې ځو خیره تودو خانه ش میبریم نه اوسې کو بازار نه مخره پز اس پوي خود اوسان اس ګسپن اس پوي خود چې کوم نشه اله چې پښتنګا بچه پروانه چا خیره په چشته وای چشت ای اب ديګر پزيري چشت ای بروز کات با کمک و کسای کات تو یکی کمک کنه. کات کوکایم کمک میکنم کات شی خالیم کمک میکنم دگر بس از اینجا مقدار سوا و. بچه بیبی بی ای ای جامی از. امروز ما با تو نیاز دارم نی؟ نه. سوا روز خود دست شما بند میشه دست پدرت بند میشه. بچه داره مثل ماوری بچه داره برش کمک میکنه. بیبی تی امروز پدر یکی را کمک کو کسای پدرت یکی کوماک کنه بچه. نواسم داره نواسش هم کمک میکنه بچه بیبی، اینجا که از جامعه هست خو. خو؟ امروز مثلا سای که اینه ما ای که که کمرم دست میکنه برزه نمیتونم تو بیگه میره کتا ما که ما که ببر روز یک مشکل انسان از گفته نمیشه یک بلا یک خدای نخواسته مرده میشه جوری یک جوری نجوری میشه مریض میشه یا گپ میشه خو کس نمی باشه ما کسی کمک میکنم این نمی جامعه می خو ما هستم دیگه کیه هست از خارج کسی کمک خو نمو همسایی تا کمک میکنم چل دفع گفتم این افتاد دفع تر گفتم که در جای تو بینی مارم می بوری خواهی اگر میره کمک می نمی کنید نمی جایش هست که ایمارو بوریدید خودم می آمدم کتش کمک می کنم خو راست می گه خیشت ما چی شد جامعه اینمی اینمی چی میگن حس وطن دوستیست هغه جوړ مېاس یم اې ای مې برز یي هغه مات د ستوره ناگیرم ته د ستمره ناگیری سکه د چي وضعیتاسو واتارمو مو شما خو ته د ست یک دیګر را بیګریب که فشار افونه د ست یک دیګر را بیګریب که ژوندۍ مو بهتر شه اېت ناگیرم او کاکاجا نو لمته مونډه هم ته پسرفته خپلوم برت کومک میکنم خو به بچی کیاسینه مو پلار چیس نه پلار چیس نو پلارم سات شریف آ سړي بچي سړي فروناسي هي قربان سړي فرکاتې بې نه غوښته نه غوښته تباشیکېستي ماشیکېستي ای به مو پدار کاتې ټرقم نصیحت دې کاتي ټرقم بچا کالون کدانش ای به مو بمو ا خای په ویني بچي ژونده بشي اغه ایتامه ګير کوم بوز مه پومم خیلی خوش برگشتید بیننده عزیز همچنان در خدمت شما هستیم تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه اگر میخواید ذهن هوشمند فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید پس انرژی قوی صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید در این لحظه مهماندار هستیم برادر عزیزم رحیم جان رحیمی نویسنده و ورزشکار سلام یک شب شبتون بخیر خوش آمدید بشر انگیزه های ارتباط است بشر انگیزه های ارتباط است خبر از های های ارتباط است بح 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 بح. جهانی بودن ایتان چیست به ما؟ جهانی بودن ایتان چیست به ما؟ تلاش هر سو برای ارتباط است فروغ آسمان و ماه فانوس، نظر کن های ارتباط است ما هم سلام تقدیم کنم خدمت شما و حضور شما جناب استاد علی قدر و همچنین یک سلام ویژه تقدیم کنم خدمت تمامی بیننده های عزیز برنامه امشب که برنامه ما را امشب بیننده هستن البته و خیلی هم خرسند هستم که جناب استاد از نزدیک با شما حضور دارم سلامت باشین باعث افتخار ماست در حقیقت تمام مهمانایی که میایند و تشریف میارند در این پاس از شب و دیری از شب قدم بر دیده های ما میگذارند شما بزرگواری میکنین در حق ما در حقیقت و چه آغاز قشنگی بحث روابط اجتماعی و شعر آغازین هم امو ارتباط را در حقیقت برقرار کرد حالا ما پرسشم اینجاست جناب رحیمی عزیز که اصلا امی روابط اجتماعی فایدهش به حال ما انسان ها چیست؟ دقیقا جناب حساد بزرگوار روابط اجتماعی را اگر ما بیایم در یک قیدی کلی در یک دید کلی مورد بس قرار بتیم موضوعی است که در 15 دقیقه خلاصه نمیشه یعنی منظورم این که وقت برنامه نخواهد ما و شما را یاری کرد که تا این موضوع پیچیده و کلی را ما بتانیم که در وقت کمتر بیان بکنیم اما ما هم کوشش ما همیست که تمام بیننده ها و کسایی که برنامه را بیننده هستند یک چیزی یک مفهوم از روابط اجتماعی در برنامه امشب درک بکنند همین نقطه برای ما کافی است بنابراین ما کوشش و تلاش های خود را هم انجام دادیم تا بتوانیم در این یک چیزی را برای بیننده تقدیم بکنیم که حداقل یک برداشتی در روابط اجتماعی اونا در اخلاق اجتماعی و, حیوی و هم روابط انسانی داشته باشند و او چیزها را جذب کنند و هضم بکنند ببینین جناب استاد بزرگوار روابط اجتماعی قسمی که اول ما از روابط اجتماعی نام میبریم چی خوب است که بیایم، اول روابط اجتماعی را ما یک تعریف بکنیم یا هم ارتباط اجتماعی را ما یک تعریف بکنیم که ارتباط اجتماعی یعنی چی روابط اجتماعی یعنی چی و اهمیتش چی است دقیقاً و اهمیت, و اهمیت او در زندگی چیست و تاثیرگذاری روابط اجتماعی در زندگی چیست و چی راهکارهایی را ما بپیماییم تا بعد تشکیل روابط اجتماعی برسیم و تشکیل جامعه برسیم و همچنان تشکیل روابط انسانی که مملو از اخلاق اخلاق و منشه از اخلاق کرکتر و فرهنگ خود ماست ما او را بتونیم که به دیگرها تقدیم کنیم و از دیگرها بگیریم ببینیم در اینجا دانشمندا و علمایی که در عرصه روابط اجتماعی تحلیل های زیادی را انجام دادن تحقیقات زیادی را به خرج دادن یکی از آنها را میتونیم ما نام ببریم که به نام ادوین امری است البته که روابط اجتماعی را چنین تعریف میکنه میگه که روابط اجتماعی عبارت از انتقال پیام از یک شخص به شخص دیگر و همچنان انتقال امو افکار تخیل خیالات ما میخوایم که واضی صحبت بکنم نمیخوایم که بلغت و آشیه هایی برم که حداقل نتونم بینندای شما هم یک چیز را کسب بکنه است ما میخوایم که واضی تر صحبت کنم و آن فهم تر صحبت بکنم یعنی انتقال امو پیام هایی که از طرف ما برای مخاطب ما انتقال میابه امو تخیلات ما، افکار ما، داشته های معنوی ما، داشته های درونی ما آنچه که ما در خانواده کسب کردیم آنچه که ما از بد و تولد در اجتماع با مردم از محیط ما، از اینا ما, ما کسب کردیم او را دوباره برای مردم انتقال میتیم تعریف. ادوین امری و همچنان سایر های دیگه در روابط اجتماعی هم امی تعریف کلی و اساسیش اینی تعریف است که دوستان فراموش نکنند که انتقال پیام از یک شخص به شخص دیگر به نام روابط اجتماعی و یا هم روابط انسانی نامیده میشه روابط اجتماعی از کجا منشأ میگیره روابط اجتماعی همواره از فرهنگ منشأ میگیره روابط اجتماعی از تحصیل ما منشه میگیره روابط اجتماعی از چیزهایی را که ما آموختیم چیزهایی را که در خانواده پدر مادرجان جان برادرها و اینا برای ما آموختن ما او را در جامعه برای مردم خود تقدیم میکنیم هر عملی کنید. که در اجتماع از ما سر میزنه منشه و منبیش فقط امو داشته هایی است که ما از دوران کودکی از بد و تولد در خانواده که اولین مکتب برای فرد محسوب میشه ما او آموختیم و او را در جامعه برای مردم ما تقدیم میکنیم اون چیزاست و چیزهای دیگری که داشته های معنوی ماست اما تجارب ماست از محیط ماحول اجتماع مکتب <متنج> پنتون و تحصیل و آن چیزهایی که ما برداشت ما از کتابهایی که ما مطالعه کردیم درسی را که ما خواندیم اینی برداشت هایی است که ما او را در جامعه برای دیگرها ارائه میکنیم و ابراز میکنیم که ای را به نام روابط اجتماعی یاد میکنند اما ما یک چیز واقعا بسیار خسته کننده است به خودمان بسیار خسته کننده است در زندگی همه ما تحصیل کردیم درس خواندیم کوشش کردیم مطالعه داریم خوب استعداد داریم جوانی داریم با ابراز تصف، با ابراز تصف که ما از داشته های درونی خود استفاده نمیکنیم اگر ما واضح یادآور شوم امروز مادیات جایگزین معنویات شده من سخت از این روز متنفر هستم و سخت می ترسم از روزی که واقعا یک شخص بگوید که من درس نمی و پشت ماد، مادیات میرم مادیات پرستی فقط مادیات پرستی هیچ گاهی هیچ بعضی از کسایی را ما داریم به خاطر ساختن فکرشان و به خاطر ساختن منطقشان فکری نمی چیزی را به خرج نمی حالا دن. جناب رحیمی عزیز با یک پرسش دیگر از بین صحبت شما چون خیلی جامع و کامل و همه جانبه صحبت کردین من حیفم آمد که صحبت شما را قطع بکنم خواهش بحث دیگری را که شما بحث مادیات را مطرح کردید چقدر همین مادیات گرایی از افراد روی روابط اجتماعی سالم میتونه تاثیر منفی بگذاره دقیقا ببینین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرموده است که پول و دارایی دنیا شمشیر دو سر است بر دست شما که اردو سر از او برنده استک. اگر درست ما در زندگی با او دارایی عمل نکنیم اردو سر از او برنده استک. پس ثروت دنیا هم به می پیمان است یک شخصی رو ببین که امکانات داره موتر داره زندگی خوب داره در فکر درس هم نیست دیگه میگه من درس نمیخونم همه چیزم جور است یا شخصی رو ببین که در روزانه دو هزار افغانی آید داره ای جناب ای جوان به تحصیل نمی اندیشه تحصیل نمی کنه فقط امیر بر خود بسنده می دانه. برادر گرامی خواهر عزیز تنها و تنها داشته های انسانی ما با پول خلاصه نمیشه ما با پول نمیتونیم که منطق برای خود بخریم ما با پول نمیتونیم که روابط اجتماعی ما را درست و سالم در جامعه تقدیم بکنیم یک تاثیر منفی زیاد البته در ارسه در ارسه اجتماع و روابط اجتماعی داره روابط اجتماعی را که لحظات قبل شما سوال کردین که از فراموش ما هم نشه فوایدش و اهمیتش در جامعه چیست روابط اجتماعی ما را به اوج قله های موفقیت می‌رساند. روابط اجتماعی پایه های معرفت ما را ما میخوایم خلاصه خلاصه مو چند مواردشه یاد بکنم پایه های معرفت ما را کانکریتی بسازه در جامعه روابط اجتماعی میتونه که باعث پیدایش نظریه ها در جامعه شوه که پیدایش نظریه ها را یکی از علم البته دانشمندای خارجی هم به یک در رسیده که پیدایش نظریه تنها و تنها پژوهش یک حقیقت نیست بلکه بلکه امو حقیقت ها را شناختنش است و او حقیقت ها را ارائه کردنش است و او حقیقت ها را سازماندهی کردنش است که ما توسط ای که ما امی روابط اجتماعی ما باعث پیدایش نظریه ها در جامعه میشه ما میتونیم که به حقیقت ها برسیم و حقیقت ها را امی روابط اجتماعی و حقیقت ها را امی روابط اجتماعی به شهرت میرسانه ای را پرورش میته و آموزش میته و در جامعه به یک دید مثبت ایرا معرفی میگیره پس در این صورت این فوایدش است و فاید دیگری که روابط اجتماعی داره امروز ببینیم ما گفتیم فروغ آسمان و ماه و فانوس نظر کن راهگشای ارتباط است. در حقیقت آموزه یک چیز است. ما امروز با شما جناب استاد که اینجا حضور دارم، البته این یک روابط اجتماعی بوده که من اینجا حضور دارم فعلا اینجا آمدیم. یکی از فواید، یکی از مزایای روابط اجتماعی است که میتونه انسان انسانها را در تمام جهان با همدیگر وصل بسازه نظریات خدا برای یکدیگر خود منتقل کنیم، چیزی را بگیریم، چیزهای داشته های را که مثلا ما در ذهن داریم برای مخاطب خود بتهیم پس دوباره از اون مخاطب ما, خود ما او را بگیریم و از اون در جامعه استفاده خوب و مثبت بکنیم تشکر های عزیز خیلی جالب بود اولین پرسشی را که من مطرح کردم جناب رحیمی صاحب آنقدر مقتدرانه آنقدر با اعتماد به نفس تمام زوایای ارتباط اجتماعی را از اون آغازین کلمات تا پایانی و انجامین ترین صحبت ها به حدی زیبا سخن زدن که هیچ پرسش دیگری برای من حداقل باقی نگذاشتند. حالا جناب رحیمی صاحب بخش خودمانی هست دعوت میکنم که در این قسمت هم بیشتر خودمانی تر صحبت بکنیم جدای از بحث روابط اجتماعی بفرمایید شما بفرمایید خواهش میکنم یه از روابط اجتماعی هست تعارفات بفرمایید خواهش میکنم جناب استاد بزرگوار من میخوایم یک چیز را برای بینیندهایتان قبل از اینکه خودمانی شما آغاز بکنین یاد آور خیلی خوب ما فقط امیر می بگویم که جناب استاد در مقابل شما جای جسارت است صحبت کردن واقعا در مقابل استاد کاظمی جای جسارت است لطف شما یک استادی که ورزیده یک استادی که واقعا یک تن از علاقمندان خاص خاصشان هستم و افتخار می جناب استاد و ما شاگردایتان ان شاء که رای شما را ادامه خواهم داد سلامت باشید همین تعریف خواستم که در نخست از شما داشت خیلی خیلی ممنون جای جسارت بود که با صحبت کردم لازم واقعا لذت بردم با این تعریف هایی که شما کردید من مجبور هستم که حالا براتون پارتی بریزم اگر این فرصت برای خودم بدین من خوش میشم جناب استاد ای... چون رسم میزبانی هست و پیاله شما را فقط اگر لطف کنید بسیار ببخشید جناب استاد تشکر خیلی سپاس میتونید پارتی هم نوش جان بکنیم گلوی هم تازه بفرمایید و بعد از او خواهیم پرسید در بخش خودمانی. خودمانی که رحیم جان کیست رحیم جان کسی است که با اقتصاد صفر درجه تانست که امروز در بعضی از رسانه ها در حدود حتی سه سال میشه که حضور بیابه و روی موضوعات مختلفی برای مردم چیزهایی را بیان بکنه که حداقل بزرگترین افتخارش امی بوده که یک کلام را هم مردم اگر از ما بیاموزه و او, او کلام باعث ازی شود که زندگی زور تغییر بده یا هم کوچکترین کار زندگیش و مشکل زندگیش رفع شود او بزرگترین افتخار رحیمی بوده رحیمی کسی است که همیشه به کوی علم گرفته و بعد از این هم گرفت خیلی عالی. و به مردم خود تعهد خود سپرد که روزی با می نداشته های خود که روزی با می کمترین تحصیلی که ما امروز داریم بزرگترین قله های موفقیت را فتح خواهیم کرد انشالله. و به هدف و خواسته های نیکی که داریم در جامعه انسانی و در جامعه اسلامی به ان شاء که موفق خواهیم قسمی که جناب رحیمی صاحب در بین صحبت اشاره کردند و این فرمایش فرمایش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هست که میگه اگر از هر کسی کلمه آموخته باشم گویا که او مولای من است این جمله کلمات قصار هست در فرمایشات حضرت علی علیه السلام و حالا از خودتان گفتین کوچک نوازی کردین در حق بنده حقیر از ورزشتان بگوین ما خبردار شدیم که ورزشکار هم هستیم کدام رشته؟ بله جناب استاد رشته تکواندو البته کدام سبکش؟ پومسه یا؟ سال میشه پومسه پوم ورزش تکواندو را به پیش میبرم و ورزش تکواندو را این نقطه را میخوایم هم یاد شوم که ما یک روز به خاطر احساس ازی که ما احساساتم برانگیخته شوه و ما بتانم که با طرفین خود با طرف خود غالب واقعی قیشان به این احساس ما ایجاد تمرین نکردیم ورزش فقط به خاطر صحت کردیم ورزش در زندگی انسان فقط بر انسان صحت میبخشه و توان مندی می پیام ورزش هم همی هست پیام آخرین ورزش هم مندی است و توانایی است که برای انسان او بخشیده میشه از تحصیلاتتون بگید تحصیلات علوم اجتماعی فارغ و در علوم اجتماعی هم مسئله پنزه جورنالیزم هم, از پنزه هم باش از جورنالیزم هم فارغ شده باش باش و در باش که دیگه <تصفح> چیزهایی رو خواهید گفت خیلی دو سالی آنید. که البته تب مالوجهی هم علاقه مندی خاصی بود خب <تصفح> بیادر اینجا سه رشته مشخص که هر کدام از اینا نیاز به هر کدامش چهار سال وقت داره که باید بگذارن دقیقا اما متاسفانه که به او زمان مشخصش که دو رشته اساسی را به زمان مشخصش ما به پایان رساندیم رشته ای که دیگه که دلخواه بود تبه ای او رشته را متاسفانه بر اثر یک سلسله مشکلات و او هفت سال از, از یاد ما باشه یک عدد مقدس دیگه در اعداد هفت اما هفت سال دوره تپ هست بله بله به او رشته من که البته شام به تبه تپ و به این دارشته خود افتخار میکنم و کوشش میکنم که در جامعه از این داشته ها برای مردم خود من تقدیم بکنم انشالله که همیشه موفق باشید و همیشه همین همی قسم بدرخشید ممنون بخش بعدی را هم شما ازی که گفتین جورنالیزم هم خاندید به عنوان یک گرداننده کمره مابین کمره که چراغش سرخ است بخش چیگپا و همکار خوب ما بانو دانیال شما اعلان کنید دیگه ما میریم که شریعت بخوانیم یا میریم تب بخوانیم ان جناب استاد تشکر میکنیم از جناب محترم استاد کاظمی که تا این دم واقعا ما میزبان بودند و بخش چیگپای امشب را شما با بانو دانیال البته فراموش نکنید دوستا برگشتیم در ادامه برنامه البته دقایق پایانی برنامه با شما هستیم و همه امیدوار هستیم داشته هایی که امشب تقدیمتان کردیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه موضوع ارتباط اجتماعی و یا هم روابط اجتماعی سالم یک مورد است که همه ما دوست داریم در قسمت تقویتش بیشتر تلاش کنیم یعنی همه ما افراد دوست داریم که خب روابط اجتماعی سالم داشته باشیم شاید بعض اوقات فکر کنین که چرا افرادی که موفق هستن یا به اهداف و آرزوهایشان رسیدن روابط اجتماعی سالم دارن یا هم براحتی بگویم میتونن خوبتر و بهتر با دیگران رابطه را شریک بسازن یا ارتباط خوبتر برقرار کنند. چون ای افراد اشخاص از آوان کودکی بالای روابط اجتماعیشان و رشدش توجه صورت گرفته و کار شده و امشب میخوایم چند مورد امریتون شریک بسازم که اگر شما در نظر بگیرین عملی هم بسازین مطمئنا که میتونین روابط اجتماعی خوب نه بلکه عالی داشته باشین اولین مورد مهارت های گوش دادن خود را تقویت کنید کوشش کنین بیشتر به دیگران گوش بتین زمانی که دیگران میخواین امریتون صحبت کنم مورد بعدی ساده صحبت کنین اگر لغت را معنیشان نمیفهمین اصلا نیاز نیست که شما از لغت استفاده کنین یا لغت به کار ببرید ساده صحبت کنین مورد بعدی مستقیم و بدون حاشیه گپ بزنید هر زمانی که میخواین صحبت داشته باشین با مخاطبتان اصلا نیاز نیست که در حاشیه برین کاملا میتونین راحت و ساده صحبت کنین مورد بعدی با آدم های جدید ارتباط برقرار کنین کوشش کنین که افراد جدید را ملاقات کنین افراد اشخاصی که البته در باب روابط اجتماعی کوشا هستند فعال هستند و تجربه بهتر و بیشتر نسبت به شما دارند به فرد مقابل خود اجازه بدهید تا صحبت کنه حالا از او دست افراد نباشند که کلا خودش صحبت میکنه و مخاطبش اصلا اجازه نمیده که او هم صحبتهایی داشته باشه مورد بعدی از زبان بدن استفاده کنین شما زمانی که از دستتان از چشمتان حتی عرکات چشمتان استفاده میکنین این مورد باعث میشه که صحبت های شما بر راحتی انتقال پیدا کنه برای مخاطبتان پس, پس همیشه وقت تلاش به کنین که بیشتر از زبان بدن استفاده کنین یا دستتان با به کار بیاندازید. مورد بعدی بدن دست ها و صورت خود را عرکت بدهید که البته این مورد ربط مستقیم به زبان بدن داره مورد بعدی کلمات خود را به درستی ادا کنید در کنار از ای که باید صحبتتان ساده باشه صحبتهایتان در حاشیه نره شما ایزان باید کلمات به درستی ادا کنید بعض از دوستا هستن قسم صحبت میکنند که اصلا صحبتهایشان حرفشان فهمیده نمیشه اگر شما این مورد در نظر نگیرید شما هم نمیتونین که روابط اجتماعی سالم و قوی داشته باشین مورد بعدی شمرده صحبت کنید ارتباط چشمی را فراموش نکنید افراد اشخاصی که موفق هستند مستقیما تماس چشمی دارند با مخاطبشان یعنی زمانی که صحبت میکنند اصلا آسمان و زمین و چارد و بغل خودانه نمیبینند دست راست و چپشان نمیبینند کلا چشمشان به چشم مخاطبشان است و راحت هر موردی را که میخواین شریک میسازند مورد بعدی استرس خود را تحت کنترل در بیارین. زیاد از افراد هستن با آنکه تمام این موارد در نظر می گیرند خوب صحبت می کنند از تماس چشمی هم استفاده می کنند زبان بدن هم فراموش نمی کنند دهاشی هم نمیرند اما استرس دارن از گفتن کلمات یا صحبت های خودشان خجالتی میشن یا اصلا نمیتونن استرس و استرابشون کاهش بدن اگر شما استرس فراموش نکنین یا استرس در یک جای نگذارین و بخواین که صحبت داشته باشین بدون شک صحبت خوبتر و قویتر نمیتونین داشته باشین یا راحت تر بگویم نمیتونین روابط اجتماعی سالم داشته باشین پس اولتر از همه استرس از خودتان دور کنین مورد بعدی تون صدای خودت تغییر بتین الان نیاز نیست هر جمله را که میگین هر مورد را که میگین تون صدایتان کلا یکسان باشه حتی در قسمت گفتن بعض از جملات یا بعض از خبرهایی که شاید خوشایند باشه شاید هم ناخوشایند باشه شما میتونید که تون صدایتان تغییر بتین یا زیل بسازینش یا بم بسازینش مورد بعدی پیام خود را به صورت کلامی هم غیر کلامی هم منتقل کنید مورد آخر از خودتان سوال بپرسید اگر این موارد که ما امشب تقدیمتان کردم در چیگپای امشب ما شما در نظر بگیرین مطمئنا و بدون شک که میتونین ارتباط اجتماعی خوب نه بلکه عالی داشته باشین قربان تان که تا ساعت دماره همراهی کردین خواب راحت داشته باشین تا دیدار بعد بدون